تشییع جنازه کشته شدگان تظاهرات سوریه باز هم کشته به جا گذاشت. یک گروه حقوق بشری سوریه میگوید نیروهای امنیتی 12 نفر را در مراسم خاکسپاری روز شنبه کشتند. یک روز پس از کشته شدن بیش از 100 نفر در تظاهرات سراسری روز جمعه در روستای ازرع در جنوب، نیروهای امنیتی به طرف معترضان تیراندازی کردند، اما سرکوب مخالفان در حومه دمشق از همه جا شدیدتر بود. شهرهای دیگر از جمله حماه و حمص هم شاهد حضور معترضان در خیابانها بودند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای فرونشاندن اعتراضها کابینه را عوض کرده و قانون وضعیت فوق‌العاده را پس از 5 دهه لغو کرده است. اما با سرکوب بیشتر مخالفان در هفته‌های اخیر، حالا شخص او هدف مستقیم شعارها قرار گرفته است. تظاهرات در شهر درعا که آغازگر اعتراضهای ضد دولتی بود روز شنبه هم ادامه داشت. مفتی این شهر که منصوب دولت است در اعتراض به سرکوب خشونت‌آمیز مخالفان استعفا کرد. 2 نماینده پارلمان هم به این دلیل استعفا کردند.